عزیزم، درود به بینندگان تلویزیون الوند. خوشحالم که میتوانم امروز با شما صحبتی در باره مسئله عالم داشته باشم. امروز اون دنیایی که ما توش زندگی میکردیم، اون دنیایی که امروز شما درش زندگی میکنید، دنیایی بود که دو عالم داشت، یکی عالم فانی و دیگری عالم باقی یا قدسی. عالم قدسی رو بهش میگفتن آسمان، برای اینکه در آسمان ما هیچ اطلاعی از این آسمان نداشتیم، برای ما یه چیز کاملا مجهولی بود. به این علت هم فکر میکردیم که این دنیای بالای سر ما که ما در مقابلش پشیزی هم نیستیم، بی ارزش هستیم، یک دنیای قدسی است و این قدسی است که بر ما حاکم. و این قدسی، در برابر این قدسی معذرت میخوام، زمین قرار داشت. زمین جایی بود که انسان، گیاه و حیوان درش زندگی میکردن و اینها همه فانی بودن، بقا نداشتن. به این دلیلم بایستی که این موجودات با هم به گونه‌ای سازگاری می‌داشتند. این سازگاری رو این پدران ما که در گذشته زندگی می‌کردند به وسیله علم اخلاق برای خودشون به وجود آورده بودند. اون چیزی که کانت وقتی به درون انسان نگاه می‌کنه می‌گوید که این انسانی که در برابر آسمان بسیار ناچیزه، در درون خودش دارای یک نظریه هست که نظریه اخلاق اسمش میگذاشت و این بر اساس این نظریه اخلاق انسان میتواند خودش را خود مهار بکند، به اراده خود تصمیم بگیرد، به اراده خود کاری را بکند و یا نکند، اما در مقابل دیگران، در مقابل هم نوعان خودش، اعمال و رفتارش اعمال و رفتاری پسندیده باید باشد و این پسندیده بودن رو انسان برای خودش تشخیص داده بود که چگونه میتواند صورت بگیرد و از این نقطه نظر کنترل آداب و اعمال و رفتار خودش داشت. و این بزرگترین خصلتی هست که یک موجود در روی زمین میتونه داشته باشه، موجودی که بگوید من به خاطر حفظ محیط زندگی، به خاطر اینکه با دیگران در یک جمع به طور مسالمت‌آمیز میخواهم رفتار بکنم، از آرزوی خودم میکاهم برای اینکه جا برای آرزوهای دیگران موجود باشه. و این بزرگترین خصلتی است که یک موجود در روی زمین میتونه داشته باشه. از این نقطه نظر برابر عالم یک همچنین موجودی که اسمش انسان هست بالاترین محسوب میشه. خب طبیعی است که تنها اخلاق نبود که بر روزگار مردم انسان در روی زمین حاکم میشد و این حکومت رو هم انسان ها خودشون به میل خودشون میپذیرفتن، بلکه دین هم به گونه دیگری به دلایل متفاوتی که امروز راجع بهش نمیخوام صحبت بکنم میتوانست ترس و وحشت انسان رو در این دنیایی که پر از دغدغه بود، پر از مخاطره بود، رفع میکرد. بنابراین انسانی که در روی زمین زندگی میکرد جای و فناپذیر بود بر دو اساس، که ایمان و اون دیگری اخلاق، میتوانست با دیگران به طور مسالمت‌آمیز زندگی کند. اما غربی ها، کسانی که در هر حال دارای اکثرا دارای دین مسیحی بودند، بر این برآمدند که عقل خودشون رو به کار ببرند
و بر اساس عقل خودشون و نه بر اساس ایمان در روی زمین زندگی بکنن. این عمل درست مخالف با نظر دین مسیحی بود که می گفت مؤمنین بایست می توانند زمین رو بنده و اسیر خودشون بکنند. در این طول زندگی انسان درک کرد که وقتی که آمد و صنعت رو در روی زمین برقرار نمود، درک کرد که این کار خلاف آن چیزیست که زندگی نام داره، برای اینکه صنعت و بسیاری از کارهای دیگری که انسان میکنه برای اینکه زمین رو برده خودش بکنه، محیط زندگی رو خراب میکنه، آب رو کثیف میکنه، هوا رو کثیف میکنه، به دیگران صدمه میزنه. بنابراین مجبور شدند به دلیل تجاربی که اینها داشتند صرف نظر بکنند از اینکه انسان بیاید و زمین رو اسیر خودش بکنه. به عکس، اینها آمدند برای اینکه عقل داشتند آسمان رو به زمین آوردن، و این به معنی این است که آسمان رو روی میز تجربه قرار دادند و توانستند به اسرار اون پی ببرند. نه تنها آسمان رو آوردن روی میز تجربه گذاشتن تا ببینن این آسمان چگونه هست، بلکه خودشون رو هم، مطالعه روی خود انسان رو هم انجام دادند. اون چیزی که انسان شناسی نام پیدا کرد و اون دیگری که اسمش علم طبیعت پیدا کرد. خب حالا تمام این اتفاقاتی که روی زمین افتاده بود به دلیل اینکه انسان آمده بود و آسمان را به روی زمین آورده بود، در قرن بیستم دنیا رو به شدت دگرگون کرد و دیگر این دنیا دنیای باقی و فانی نبود، برای که معلوم شد که در آسمان هیچ چیزی به واقع نمیتونه ثبات داشته باشه، همه چیز در حال دگرگونی هست. من میخوام با یک تصویری این در واقع جهانبینی جدید رو که در قرن بیستم به وجود اومد در مقابل شما قرار بدم که راجعش بتونیم بهتر صحبت بکنیم. اجازه بدید من این تصویر رو برای شما آزاد بکنم. خب ملاحظه بفرمایید شکلی رو که من در اختیارتون گذاشتم نشون میده جهانبینی دیروز رو، دنیای فانی رو در مقابل دنیای باقی. حالا اگر به امروز، یعنی نه امروز بلکه قرن بیستم نگاه بکنیم، اون وقت متوجه می شویم که این دنیای قرن بیستم کاملا با دنیای زمین و آسمون فرق داره و من این فرق رو می خواهم خدمتتون نشون بدم. نگاه کنید، در قرن بیستم ما آسمون رو مثل گذشته بهش نگاه نمی کرد. این آسمون پر از کهکشان، کهکشان هایی که تعدادشون حدود 100 میلیارد عدد. در درون این کهکشان ها که یکیشو من اینجا نشون دادم، راه شیری، اون کهکشانی که ما در این سندگی میکنیم، و یکی نظیرش رو که کهکشان مارپیچی اسمش هست در مقابلتون قرار دادم، در هر کهکشانی می توان تا 10,000 میلیارد خورشید وجود داشته باشه. یعنی برخلاف اون چیزی که ما تصور میکردیم که در آسمان فقط یک خورشید وجود داره، حالا در قرن بیستم ما میلیاردها خورشید در هر کهکشانی داشتیم. این تصور
غیر قابل باوره. مسئله ایست که واقعا دنیا رو تکون داده. ایمان دیگه در مقابل یک همچین دیدی که ما از آسمان برای خودمون داشتیم به سرعت ضعیف شده. مردم الان شما نگاه بکنید، بسیاری از کسانی که در این دنیا زندگی میکنن، چه مسیحی چه دین دیگر، همه باورهای خودشون رو آمدن نسبت به گذشته تغییر دادن و این عالم رو به این صورتی که من در خدمتتون ارائه دادم نگاه میکنن. این تصور ولی آمده است بر انسان به طور کلی تأثیر بسیار زیادی گذاشته. چرا؟ برای اینکه آوردن آسمان به زمین به معنی این بوده است که انسان از راز طبیعت به راز طبیعت پی برده و در نتیجه میتواند کپی بکنه آنچه در طبیعت صورت میگیره و اون اسم این کپی هست تکنولوژی. حالا در قرن بیستم ما دیگر دو عالم آسمان و زمین نداریم، بلکه عالم آسمانی داریم که وحشتناک دگرگون شده نسبت به عالم گذشته. به علاوه یک تکنولوژی داریم که بر اساس این تکنولوژی میتونیم نه تنها در رفاه زندگی بکنیم، بلکه تصور ما که ایمان به ما میگفت، ایمان مسیحی به ما میگفت که شما بایستی که باید بیایید و زمین رو اسیر و بنده خودتون بکنید، از این خیال صرف نظر کردیم. ما آمدیم گفتیم که زمین رو ما باید پاکیزه نگه بداریم برای اینکه این زمین جاییست که ما درش زندگی میکنیم، ما نمیتونیم خانه خودمون رو خراب بکنیم. به این ترتیب میان طبیعت، طبیعت یعنی اون چیزی که این آسمان رو که ما آوردیم به زمین، زمین و آسمان رو به هم دوختیم، این اسمش به اضافه موجودات روی زمین اسمش هست طبیعت. این طبیعت یک بخشی شد که باید حق و حقوقی می‌داشت. ما باید این طبیعت رو حفظ بکنیم برای خودمون، ازش بهره‌مند بشیم، ولی مواظب بشن باشیم. در برابر این علمی که ما از طبیعت آموخته بودیم و تکنولوژی که به وجود آورده بودیم، یک تکنولوژی به صورت یک بخش سوم در میانی عالم ما حالا تبدیل شده به سه تا عالم: عالم انسان، عالم تکنولوژی و عالم طبیعت. این سه تا عالم مجبور هستند با هم زندگی مسالمت آمیز داشته، برای اینکه لازم و ملزوم هم هست. درست به این دلیل انسان آمد و برای این سه بخشی که لازم و ملزوم هم هستند حق و حقوقی قائل شد. حالا دیگه ماشین خودش حق و حقوقی داره، در برابرش طبیعت هم حق و حقوق داره، انسان هم حق و حقوقی داره. این ستا با هم مشترکن همکاری رو دارن میکنن و بهرمند از توانایی همدیگر میشن. برخلاف اون چیزی که در ایران در حال حاضر در صورت میگیره که انسان دیگر هیچ حقوقی نداره در مقابل ماشین. ببینید چقدر توسعه پیدا کرده این جان آدم، این انسان، این نفسش که میتواند یک همچین اعمال و رفتار رو از خودش بروز بده. معزالک تمام اینا یه طرف قضیه هست. در اواخر قرن بیستم انسان آمد و درک کرد که این عالم، این عالمی که زمین و آسمان هست، اصلا یک به هیچ وجه نمیتواند این شکل رو داشته باشه، بلکه هر روز شکلش عوض میشه. شما نگاه بکنید در ایران روزگاری که ما آب شیرین، آب خوردن لازم داشتیم، بچه‌مون رو میفرستیم از چشمه آب بیاره.
امروز در هر خونه آب شیرین تو لوله کشی شده ازش استفاده میتونه. شما نگاه بکنید در ایران روزگاری بوده است که ما میامدیم برای گرم کرده خونه چوب میسوزیم میسوزندیم زغال درست میکردیم. امروز برای گرم کردن خودمون خانه خودمون شفاش داریم. بنابراین تمام کارهایی که ما روی این زمین انجام میدیم میتونه به طور دیگری هم ممکن بشه. حتی چیزهایی که در این دنیا وجود دارن میتوانن به طور دیگری هم ممکن بشن و این اصل اساسی امروز است که دنیا میتواند به اشکال متفاوت متظاهر باشه و ما لازم داریم که به طور مداوم اون چیزهایی که در ممکن هستند و هنوز متحقق نشدند و هنوز واقعی نیستند اونها رو واقعی بکن. اسم این پروسس هست، اسم این فرایند، اسمش هست فرایند نوآوری. در ایران به هیچ وجه فرایند نوآوری وجود نداره. ما تا به حال در این 40 سال نتوانستیم ممکنها رو دو مرتبه متحقق بکنیم، ممکنها رو وارد این دنیای واقعی بکنیم. چرا؟ برای اینکه قوه تخیل، تخیل به معنی اینکه ممکنها رو در افق فکری خودمون بیاوریم و از اونها رو تبدیل به یک واقعیت بکنیم نداریم. چرا؟ برای اینکه کسانی هستن که مدعی خدایی هستن و اونها به جای اینکه مانند مسیحی ها بگویند بیایید زمین رو اسیر و عبد خودتون بکنید، آمدن به میگویند که شما انسان ها باید بنده ما باشید. این خلاف هر گونه تفکر امروزی است. اصلا اینا دنیا رو نفهمیدن، این دنیای دیگری شده. این دنیای دیگر رو من میخوام در شکل دیگری حضورتون نشون بده. توجه بفرمایید دوستان گرامی. عرض کنم که دنیای امروز ما، دنیای امروز ما از یه طرف دنیای ممکن هاست، از طرف دیگه دنیای واقعی هاست و انسان یک نقش بارز و غیر تصوری رو داره که هیچ عنصری، هیچ ساختاری در این دنیا نمیتواند کار انسان رو بکنه. متمایز شده از هر چیزی این انسان، این انسان برتر از هر چیزی است. چرا؟ برای اینکه میتواند دنیای ممکنها رو تبدیل به دنیای واقعی ها بکنه. از این نقطه نظر به دلیل اینکه تنها ساختاری هست که در این عالم، در این طبیعت همچی کار رو میکنه، عزیزه. درجه وجودش برتر از هر وجود دیگری هست. این انسان رو بایستی که به اندازه این عالم تصور کرد. چرا؟ برای اینکه در این انسان تمام عالم هم نهفته شده. لذا امید دارم که روزگاری هم ایرانی ها بتوانند یک همچین تصوری رو، یک همچین دنیایی رو، یک همچین جهانبینی رو در ایران مرسوم بکنند. وگرنه کشورهایی که توانا نباشند یک همچین فرایندی رو راه بیندازند، موجوداتشون نتوانند دنیای ممکنها رو به دنیای واقعی تبدیل بکنند، برای همیشه این صحنه دنیای واقعی رو ترک خواهند کرد. به امید آن روز. درود به همه همیهنان عزیزم، درود به ایرانی هایی که برای برطرف کردن این دشواری عظیمی که در حال حاضر گرفتارش هستند مبارزه میکنند. درود درود.